داستان اول، روز ملاقات. ای بابا، بیوریش رو بیان ببارنش. توپم بچون شده، خفش کنی بابا، گوش در اومده. خفش کن ایا لطفا نیستم، خفش کن. شنیدم دیروز گرد و خاک به پا کردی، همه رو لط و پار کردی، شدی مسئول زلزله. شیطون به تنهایی نمیتونه جهنم ساز بشه، بنده باید پا به پاش بیاد، دست به دستش بده که بشه جهنم. خودتو مشغول کن قبل از اینکه شیطون مشغولت کنه، اما نبر باد کنک. لغمه بگیرم براتون، تعارف نکن، مخصوص سلسل. خب مشاوره برات خوبه، اصلا مشاوره برای همه خوبه، برای من، تو، آنا، شما، ایشان، هستن، نیست، هم کلا مشاوره. میتونه بری. نمیخوام منو ناامید کنی، میخوام بهم ثابت کنی که مشاوره همیشه هست، همیشه خوب. چی شده؟ آقا اینجا چه خبره؟ برای هوا خوره بینه؟ یلا یلا بینه؟ زود باش، آنها کتاب نخونه داره نه؟ تمام داره نه؟ زود باش. تو داری اونجا چیکار میکنی؟ بیا رو پایین بیان، بیا رو پایین، زود باش. یلا این نون نخوری تو ما رو نه؟ در پشت سر دارم. یادونه بردوینم دوست
دست و کسی رو ندارم. آقا اینجا خیلی تنها. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ به خودم حرفی نزدم. سوقات مشهده تبرک شده است. داستان دوم، وقتی از عشق حرف میزنیم. سید رحمت آقا، سوغات ما یادت نره برادر. مگه تهران سوغات هم داره؟ بخ، به ما که رسید دیگه ته کشید دیگه خبی. طبق نص صریح قرآن خداوند میفرماید کل نفس ذائقه الموت. از آقا ببخشید. رفتنی می رود و آمدنی می آید، شدنی می شود و قصه به دل می ماند. از آقا شرمنده. چی داشتم می گفتم؟ رشته کلام از دستم خارج شد. صلوات محمدی ختم کن. محمد صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. مامان جونم چه ماهی فراد بشم الهی برام زحمت کشیدی نتیجه شو ببینی. سلام. چیکار میکردی بابا؟ داشتم آواز میخونم. آفرین آفرین. بیا اینجا بشین ببین بابا برای چی خریده. بیا بغل حوض بشین دختر گلم. چیکار میکردی بابا؟ من با تو قهرم چما گرفتی. حالا کوتا تولدت. کیکش خوشمزه بود برات نگرفتم گفتم همشو میخوری. حالا چشاتو ببن ببین چی خریدن برات. چشاتو ببن چشاتو ببن چشاتو ببن بسته باشه باشه.
اینجا باز همون داروهای قبلیشه. چیزی خواستی نگفت دکتر؟ نه، فقط گفتش که یه خورده زمان میبره تا دارو اثر کنه. میخوای ببریمش یه دکتر دیگه؟ ببریمش. نباید خواهد نگه حواسم نیستا. این موبایل تو آشپزخونه است. میدونی دفعه چندم خرابش کردی؟ آقا سید، تو که خسیس نبودی؟ بحث خسیسیش نیست، میگم جاش تو آشپزخونه نیست. حالا این دفعه هم شما درستش کن به حساب من. من که گوشی لازمم نمیشه. بله خب، شما اصلا من یه زنگی میزنی میگه آقا سید حالت چطوره؟ خسته نباشی؟ قضا خوب؟ نباد شما مادر. مادر اینجا چی کام کنی شما؟ چه شده مادر؟ چرا صدام نکرد؟ چیزی میخوای مادر؟ ایشالله خدا زودتر منو بکشه، هم خودم راحت بشم، هم شما دست من راحت شدیه. خدا چه حرفی میزنی مادر؟ شما رو من استراحت کن. بفرمایید غذا آزم چی میارم برای مواظب باش. بفرمایید آزم غذا. با خودت ببرش تهران، والله هرچی خوبش تهرونه. آخه با این سن و سالشون همین جوریش دو قدم با ماشین این برمور میریم، یه هفته از رخت خواب نمیتونم بیام بیرون. والله هواپیما خیلی وقت اختراع شده. خب با هواپیما ببرش. اونو که اصلا صحبتشو نکن، همیشون میترسن، هم من میترسم چون ناراحتی قلبی هم دارن. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. قربان شما، من با شما تماس میگیرم. معید باشه. خدا حافظ. شما ای بابا یه سه جان مراجعه کنن. نه فهمیدم، عکس بگیر ببینم گوشی شما دوربین داره. دوربین که بله دیگه، این دوربین داره دیگه. ای بابا شما هم از همه دنیا عقبی ها. ال پیشرفت کرده، این بنجلا چیه دستت گرفتی؟ بفرما. این آخرین مدل گوشیه، حرف نداره، برام از تهران فرستادن. کیفیت صدا و تصویرش هم که آقا لامزا حوصله شو ندارم. خدمت شما. این گوشی رو بگیر از دستای مادر دکس بنداز، بعدش با خودت ببرش تهران به دکترها نشون بده. چه شکلی میشه باش عکس گرفت؟ ببین خوی به نظرت اینجوری جواب میده؟ چی بگم والا؟ از یه چی بهتر حداقل اینجوری میتونم نشون دکتر بدم. بابا از من عکس میگیری؟ بله دختر گلم. تکیه بده تکیه بده. قربونت برم. بیا ببین بیا. چه خوشگل شده نه؟ روز تولدت هم با دوربین خودم ازت عکس میگیرم. این چیه؟ بذارش تو کیف. نامه‌ای که تازه باستان رسیده، چیز خاصی نیست. عکسش هم بد نشده. داستان سوم، سه‌شنبه خیس. Thank you.
رسول جمالی سالون ملاقات. رسول جمالی سالون ملاقات. شوهرش بچه ها ملاقات داره. اصغر محمدی سالن ملاقات. اصغر محمدی سالن ملاقات. بهت یوسفی. یوسفی کیه؟ ملاقات. اتاق مشاوره ملاقاتی تاری باشو. تنبیشی محبوبتر باشی نسیه سخته مثل دارو تلق لازمه این گوش بگیری این گوش بده بیرون نه اینجوری نیست این پرونده داستانش فرق داره سینما نمیری یه هفته سالن ورزشی نمیری دو هفته ملاقاتی نخواهی داشت سه هفته کارگاه تعطیل بیا تو خاله خاله مرد پس داستان چهارم گیاهی در قرنطینه سلام نه جایی هستم نمیتونم صحبت کنم ریحانه خوبه؟
مادر خوبن؟ با شما تماس میگیرم. خدا نگهدار. آج آقا فهم داخل دست شما درد نکن. آقا متحری مشکل بریم ببین زنگ زدم اینو بهت بگم واسه آخر هفته وقت داری یه جایی بری با من حالا ما هیچ کسی اینجوری ویزیت نکردیم. این عکسایی هم که من دیدم میشه حدسایی زد. اما فقط حدس. حدسم که درمان نیستش. باید بیمار معاینه بشه، نمونه برداری بشه، جوابش بیاد ما درمانمون شروع کنیم. من نمیتونم با حدس و گمان دارو تجویز کنم. بیمار باید خودش اینجا باشه تا من معاینش کنم. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ نسخه رو نه هنوز نگرفتم، گفتم با یه چند تا متخصص دیگه مشورت بکنم بعدن به شما هم خبر میدم. مواظب باشید. خدا نگهدار. کردم امکان نداره. یعنی واقعا هیچ راهی نیست برای اینکه اون بچه آزاد بشه. 4 ماه تو حبسه. شما نسبتی باهاش دارید؟ نه والله. پس چی؟ سفارش شده از ما بهترونه؟ قانون که چماق نیست، راهگشاست. یعنی من همینجوری آزادش کنم بده؟ من کی همچین حرفی. اجازه بده حاج آقا. این پرونده شاکی خصوصی داره. شما رضایت شاکی رو جلب کنید من در خدمتتونم. با اجازه. سلام خانم شکویی. سلام. شما فامیلشید؟ چطور مگه؟ داستان پنجم، عاشقی که در اندوه فرو رفت. عکسای جدیدشه. تازگیه با یه شرکت خارجی تو دبی قرارداد بسته. آخه پیشی ملیوس، شمارش از کجا گیر آوردی؟ حالا لکای رو شیشه مونده. بله خانم. چشم. حواست باشه مثل دفعه پیش گرد نزنی به صندوق ماشینم. و بچه رو رفتی تونه خرکسا به هر رو بری پیشش. منظور ای خودو چرا گذاشتی اینجا؟ کسی که بیرون ببینم خجالت این کشی. چه طرز کار کردنه؟ حواظت کجاست بچه؟ ای چی شده خانم؟ هیچی آقا گرد زده به ماشینم. من آسفالی میکنم از شما. من معذرت میخوام. درد تا به بکنم کاری که درست انجام بده. حالا تا بکن
میدونم که همش رد میکنه. خدا شانس بده، همیشه دوستت دارم. فکر چه بخارجی هم کرده این آرشه براتا. اوه یه دستی هم سر من بکش نگاه. اینو کی اینجا گذاشته؟ امروز اصلا روز خوبی نیست. گلو قلبو شیطون نگفته بودی خبراییه؟ گم شد تو هم انگاری این داستانه حالا حالا ها ادامه داره ها. شرمندتون هم با خط 11 تشریف میبرید خونه. نکنه داری میری سر قرار؟ به کسی نمیگیم اصل خانم عاشق شده. گناه که نکرده، عاشق شده. بیمزه. بشین الان بهت بگیم. شانس من. کشی؟ همه رو برق میگیره ما رو نگاه. دفعه آخرت باشه از این چیز آسه همیش آسی عاشق بازی در میاری. فهمیدی؟ بیشعور. برو گم شو. هیچی نشده. بیا بریم. جلسه امروز تموم شد. گروه بندیاتون هم هفته آینده اعلام شد. خسته نباشید. چرا دعواش کردی؟ خر گناه داشت. شماره منو میدادی دیوونه. مثل که مهندیا میشه. پسر کار باشی، دختر پولدا. این دفعه دیدمه شماره تو رو میدم بهش. اینجا رو نگاه کن. داستان ششم، وقت نارامی. آخه عزیز من، چه ضمانتی وجود داره که شما بری بیرون دوباره برگردی؟ ها؟ خدا رحمتش کنه. ولی میدونم تنها سرپرستت بود. اون موقع خسرفتن یه اصولی داره.
قوانینی داره. همینجوری نیست که هر کی وقت دلش خواست بره بیرون. هتل نیست. اتاقت کجاست؟ چپ به پیش راست برو بالا 102. یه تخته یه دو تخته. اینجوری نیست. مرخص قانون داره. همین الان اومدی من برم مرخصی؟ بله. نه نمیشه. نمیشه. من با قاضی پروندت صحبت کنم. من چی میگم؟ ثبت کردن سخته، میوه شیرینی داره. میخواستم اوراقش کنم، یکم پول قرض کردم خریدمش. قشنگه نه؟ بیا اینا رو به بچه ها گرفت. بی خود داری میری. اونایی که ننه بابا دارن از دستشون فراری هم. میخوای بری جلو کیو بگیری؟ فکر کردی اگه ننه بابا واقعی تو پیدا کنی قبولت میکنن؟ بیا بعدا ما هم حساب بکنیم. حالا هم واسه مادری نکرد بسن بعد میگم. کجا؟ مسعود کجا؟ او من که چیزی نگفتم.
سلام. سلام. شازه خوش بینم داستان هفتم مسافر شماره 20 بفهمید بسیشون سلام علیکم بفهمید سلام اصل شکوهی هستم شاکی پرونده یادتون اومد؟ بله بله نظرتون عوض شد؟ نه هنوزم نظرم همونه پرداخت خسارت و گرفتن پولی که از ماشینم به سرقت رفته پس این تماستون برای چیه؟ یه راهی هست که بخوام رضایت بدم چه راهی؟ ببینید پدر من تو کار واردات ماشینه الانم یکی از ماشینش توی گمرک گیر کرده درگیر سر کاغذبازیه که واسهش گرون تموم میشه میخواستم ببینم شما میتونید یعنی پارتی بازی کنم آره شما میتونید این کار رو انجام بدین فقط هم تو فردا فرصت داری حاج آقا بفرمایید داخل آقای دکتر منتظرم چشم باشه تا فردا کجا؟ ممنونم خدا نگهدار نبینم تو سلام علیکم سلام رحمت خونه زنگ زده بودی؟ آره تماس گرفتم خونه نبودی حالا چی شده؟ یاد فامیل ما کردی؟ اگه دید و بازدید بده خانم یه کار کوچیکی هم به آقا دایی‌تون دارم خیلی خوش اومدی آقا رحمت شما کجا اینجا کجا مزاحم نباشم خواهش میکنم بفرمایید زنده باشی خانم مهمون داریم یا الله بفرمایید خانم مهمون داریم بفرمایید تو رو خدا بفرمایید خیلی خیلی خوش اومدی چرا بی خبر اومدی بچه‌ها رو نیاوردی سلامت باشید خیلی خوش اومدی بفرمایید زنده باشید حقیقتش من برای ماموریت اومدم تهران حتما سر زدم به دایرم نباد به ماموریت اضافه کرده بفرمایید اتفاقا اومدن تو مایه خیر بوده همیشه این حسن ما چند وقتی از سربازی برگشته زن بذار آقا رحمت یه نفس تازه بکنه بعد شروع کن بابا رحمت که غریبه نیست وقت دستش به همه جا بنده خب چی میشه واسه حسن ما هم یه کار پیدا کنه بعد میگم آقا رحمت حالا چه عرض کنم دیدی خدا وسیله سازه احسن از قدیم گفتم کس نخارد پشت من چیه؟ فکر کنم طلعت خانم با شوهرشه چی شده اومدن حال ما رو بپرسن؟ نه اومدن به تو سر بزنن که اومدن آقا رحمت رو ببینن چی بهشون دایی جان من یه کاری با شما داشتم خیر ایشالله خیر ایشالله حاج آقا شنیدم تو اداره گذرنامه آشنا داری حاج آقا آج آقا این همسایمون هم پاشو کرده توی یک عرش میگه دختر بهتون نمیدیم محبت میکنی یه پادر میونه برامون بکنی آج آقا من اینا رو نظر آقا کردم اگه براتون زحمتی نیست برسونید به حرم آقا از آن گفتن
ایشالا بعد از نماز در خدمت شما هستم. قبول باشه. سلامت باشید آقا رحمت جون. هر گلی زدی به سر خودت زدی. اگه بتونی تو این شرکت های ماشین سازی یه کاری بکنی ها خیلی خوبه. دایی جان راستش من یه کمکی از شما میخواستم. چه کمکی دایی؟ حقیقتش یه مقدار پول میخواستم، اون تا نه برای خودم برای یه بنده خدایی. با این زندگی یه هزار دو هزاره یه یارانه ای من کسی میتونه پول پس انداز کنه؟ قربونت برم. آره باش. خواهش میکنم. سید جان کجا میریم وقت شبی؟ خواهش میکنم بمون. راست میگه آقا سید، خب میمونی فردا میرفتی، حالا چه عجله ایه؟ نه شما درد نکنه، از شما به ما رسیده. من راستش با یکی از دوستان وعده دارم شب بینم خدمتش. باشه، به نواد سلام برسون. خدا نگهدار شما. خواهش میکنم. بیا آقا، تو هم با این فرمیدم اینقدر سنگیشو به سینت میزدی؟ هیچی نگو بابا جون. همون رجب دست درد نکنه. به سلامت، خوش آمدی. همون رجب دست درد نکنه. خواهش میکنم، به سلامت. یا علی، یا الله. تعطیل آقا، تعطیله. عمو رجب برای ما هم تعطیله. رحمت دست شما درد نکنه. من هنوز بلدم شایی برزم. عمو رجب پیر شدی آقا سید، میگم اینجا هیچ تغییر نکرده، مثل سابقه، فقط عمو رجب ما یه خورده خوشگلتر شده. سن که رسید به 50 آدمو خوشگلم میکنه. بچه که بودی یه هفته پولتو دیر میدادم سرخ میشدی تو روم که یالا پولمو بده، پولمو بالا نکش. شما به گردن من حق پدری دارین. معلوم نبود اگه شما نبود. رحمت الان کجا و اون بچه شر دیروزی کجا؟ خدا بیامرزه پدر مادرتو. سید مرد بزرگی بود، به گردن ما خیلی حق داشت. خدا نفسم شما رو میارسه. تنهایی بد دردی ها رحمت. من تو رو آوردم پیش خودم که تنها نباشم. منم اومدم یکی نجاتش بدم، خودم گرفتارش شدم. بفهمید دوستی را هزار شخص کم است، دشمنی یکی بود بسیار. هنوزم با شعر حرف می زده آجاقا، ماشاءالله به این حافظتون. ره بده ره. رفیقان قدر یک دیگر بدانید، خدا که می دهد عمر دوباره. ره بدم آجاقا. بده هندونه، هندونه
امشب هنابندونه. هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکرریز نشد. نمیخواد دال بدی، فقط میخوام بدونم شازده ما چی شد، گذرش از این ور افتاده. از شما چه پنهون؟ پول. از قدیم گفتن بی پول نرو به بازار، هرچند که سکندر زمانی. لب تر کن، کیم دیگه برسی؟ راستش میخواستم یه وام بگیرم، اگه هنوز صندوقتون به راهه. زامن داری؟ زامن چه؟ ببینم هنوزم دست به شیشه شکستنت خوبه؟ ای بابا زبا شرمنده. راستی سعید جان زامن داری؟ بفرمایی نازو. دست شما درد نکنه، همه مدارکش کامل. بله زامن هست. پیش بانکی؟ بله. خیلی متشکرم. بسیار خوب، اینم حکم آزادی مسعود یگانه. بفرمایید آقا، انشالله که دیگه سر کارش با قاضی و شاکی نیفته. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. خدا حافظ. بفرمایید. خدا نگهدار. نگم اینجا آقا، خوش به حال مسعود که حداقل شما رو داره. باید رسیم. همیشه مشتارو بعد از مرگ سهراب میرسه. مگه میشه به این سادگی از اینجا فرار کرد؟ چه میشه؟ راحت تر از اینم میشه. تنها خرجش بی معرفتی و بی مرامیه. توی چشم هم زدم بیای از اعتماد ما سوء استفاده کنی و بذاری بری. چی کار کردیم؟ اینجا کانون صفا و صمیمیت و محبت. حاجی همه جانم دنبالش گشتیم پیداش نکردیم، ولی پیداش از اون موقع هم که شما اومدی حسابی هوایی شده رفت. اینجا تنها جاییه که شما شاید بتونی پیداش کنی. فهم قبل شما هم از کانون اومدن سراغش رو ازم گرفتن. آقا به خدا من ازش خبر ندارم. قسم نخور، من حکم آزادیشو گرفتم، فقط کافیه خوشو معرفی کنه به کانون. کلکش قدیمی شده حاج آقا، شما چرا دروغ میگی؟ من این همه راه نیومدم به کسی دروغ بگم، اونم با این همه گرفتاریم. گفت میره مشهد پدر مادرشو پیدا کنه. آقا سلام علیکم. خسته نباشید. خدا قوت. چند ساعت گذشته مسافر به اسم مسعود یگانه رو بهش بلیط نفروختین؟ بعد نگاه کنم آقا. زحمت نیست برای شما. خواهش می‌کنم. زنده باشید. ساعت 4 آقا داشت. امکانش هست ما متوجه بشیم که ایشون هنوز تو اتوبوس هستن یا نه؟ باید با رانندهشون تماس بگیرم. زحمت نیست برای شما. زنده باشید. بله خودم هستم. چی شد؟ گرفتی؟
بعد چشمی یکی دو روزه خدمت شما میرسم. خدا نگهدار. آقا گرفتنش. داستان هشتم، همسفر. گم شده. نگفته واسه چی فرار کرده؟ چیزی همراشه؟ حرف نمیزنه قربان. مگه لاله؟ اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ چک افسری بخوری زبونت باز میشه. بابا چهت راستی بی لال باشه. قرار از مرکز بیان برای بازدید. حواست این جوجه باشه دو برگرم. چطه تو؟ دست چی داری؟ یه برو اینجا رو بگن نکشش بیا برو. الو سلام چطوری؟ خوبی تو؟ چه خبر؟ چی کار میکنی؟ صحبت کردی یا نه؟ کشی؟ برو پایین دست چی پایینه؟ من اینجا بایستادم ها زود برگرد. الو نه بابا هیچ از صبح گرفتن نیمه جب بچه شدی. میبرمش فقط بگو یه من باید با من حرف بزنم چون من خوابم میره یهو میرم تو دریدی من برو بهش بگو حالی شما باش صحبت کردم قرار شد دو برداشت یه ذره فقط آروم میره یه بار درست یه ذره آروم میره تو باید تو راهی باش حرف بزنی خوابش هم نبره خوابش میگه یه ذره دیگه میرسی ایراد نداره که همیشه اینقدر کم حرفی؟ یه ساعتی از الان را افتادیم ها با تنها آمدن هیچ فرقی نکرد بایی بچه جون اگه جونت رو دوست داری باید به من حرف بزن نه اینکه بخواب بخورم یا بکشم اتا اکسورا میگن یه مریضی توی خونت هست این آمپر اکسیژن یه دفعه میاد پایین آمپرم که بیاد پایین خورناس را میرو هوا میگن که خیلی خور رو خور میکنن من که باورم نمیشه یه شاگرد داشتم همه اینا رو میدونست از اون لحظه که میمد توی ماشین رو همینجور یه رمان فک میزد و حرف میزد مخ ما رو میخوند تا با خوابمون نبره نزن نزن یه دقیقه سبون حالا بزن نه نزن بیا پای درست که میشه ایشالله ایشالله چیز مهمه نیست شما محبت کن جبه آچاراتو بیا ابزار امرام نیست آقا به کیسه ماشینی که ابزار نداشته باشه مثل عروس بدون جهاز بمونه همینجوری اومدی هاش آقا یه اخوی مونه دیگه پس یه زحمت بکش جلو پا اون پسر بچه نشسته اون جبه ابزار ازش بگی بیاد بهشم بگو بیادی پایی آب و هوای عوض کنی نمیدونم یه دفعه ناقابل و خاموش کرده آقا
از سلا بکن. آقا کسی تو ماشین نبود؟ از اون سوار شدنش نه از اون پیاده شدنش ما که چیزی نفهمیدیم اصلا. حتما چیزی که میخواستی کف بره رفته. چیزی کف رفتنی نداشتیم ما. تفکی اصلا نمیدونم چش بود زبون نداشت لال بود مثل که. چند سالش بود؟ 15-16 سالی میشد. شایدم 17 سال. چند سال مسئول میشید؟ از بچگی با هم بزرگ شده. بچه محل بودیم؟ بله. سن و سالتون به هم قد نمیده؟ آره من ازش بزرگترم. مسئول نه خواهری داشت نه برادری داشت. خودش هم بچه مظلومی بود. من همیشه هواشو داشتم. تو چی شد از خونه فرار کردی؟ من با پدرم حرفم شد. نمیتونستم حرفاشو قبول کنم. چرا جواب نمیدم؟ کجا رفتن؟ خونه خاله رو بلدی؟ اگه اونجا نباشه چی؟ سلام علیکم. معلوم از شما کجایی؟ چرا سر کارت نمیای؟ معلوم ماموریت تهران خوش گذشته آقا سید. کلاس پیچوندنم که دیگه انشالله یاد گرفتی دیگه. باشه آقا نامرضا، ما اصلا تسلیم شماییم. اگه اجازه بدیم من با شما تماس میگیرم. الو سید جان. الو چه خبر؟ فعلا که خبری ازش نیست، ولی شک ندارم اولین جایی که بیاد همینجاست. بس روشن کن بریم. بریم. داستان نهم، در جستجوی دیروز.
ببینم مسعود جون، من هوش حواسی برام نمونده، اما تا اونجا که یادم میاد تو خونه خاله قد کشیدی و بزرگ شدی. ببینم اینا رو برای چی میپرسی؟ کلاتو بنداز هوا، خاله مرده. مسعود، خاله آدم درستی نبوده. تو رو آورد تو خونه، من خوب یادمه تو یه بچه قشنگ و خیلی ناز توپلی بودی. یه چند روزی هم از عاشورا گذشته بودیش و مردمم عزادار شهدای انفجار حرم بودن. خاله یواشکی تو رو میبرد و میآورد، فکر میکرد کسی این موضوع رو متوجه نمیشه، ولی من این موضوع رو فهمیده بودم. تا اینکه یه روز خاله با یکی از همسایه‌ها دعواش میشه، اونم بلند بلند داد میزنه، میگه آره من اینو تو انفجار نجات دادمش و برشتم اونم خونه خودم. یکی از همسایه هم شنیده بود از دهن خاله که گفته که شاید پدر مادر مسعود جزو شهدایی باشه که توی انفجار حرم بودن. چرا وایسادی؟ داستان دهم، شناسایی یک هویت گم شده. از قدیم گفتن که دوست بد بدآموزی میاره. شر بود اما از جوانیش بود، میزد میشکست، نمیدونست که دهن مردم نمیشه بست. وقتی دید بی خیال خانه شد. پدر و مادرش چی؟ هیچ وقت بهش سر نزدن؟ مسعود توی این محله زیر پروان خاله بزرگ شده. خاله چی؟ هیچ وقت حرفی نزد؟ چرا از دختر خاله نمیپرسی حاج آقا؟ این چی آخه؟ باید چی موبایلش خاموشه؟ چیزی شده حاج آقا؟ نه چیز خاصی نیست. یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشین؟ بپرس. آره چی دنبال کار مسعود را افتادی؟ واسه تو نونه آبی داره؟ تو باید چی دنبال کارش را افتاده؟ واسه تو نونه آب داره؟ نه اما من رفیقشم، با هم اومدیم تهران، با هم کار پیدا کردیم، با هم زندگی میکردیم. با شما که غریبه ای فرق داره. خب درسته غریبه، ولی انسان که هستم. اولین باری که دیدمش، اولین باری که باش حرف زدم، یاد خودم افتادم. بعد از اینکه همه کس و کارم رو تو زلزله رودبار از دست دادم، یه فامیل خیلی دور که تو تهران قهوه خونه داشت آورد من رو بزرگ کنه. چرا همون رجل انقدر اذیتش کردم که دستم آسی شده، من رو فرستاد بهزیستی.
من تو بهزیستی بزرگ شدم. تا اینکه یکی به اسم مادر اومد دستمو گرفت، بزرگم کرد، دوباره تربیتم کرد. تربیت بعد بلای جون آدمی زاده جوون. بچمه، دلم خواسته زدمش، زدمش آه، زدمش، چهار تا نر و ماده تو گوشش، زدمش، نمیدونم، به خودم پیداش کردم، اینقدر خوشگل بود، گذاشته بودن سر را لام از سبا، حرف گوش نمیدون، جنس مردم مونده بود نمیبرد بده، چموش شده بود، زدم، نامردی نکردم، برو بیا، نمیدونم، من یه مقدار جنس رو دستم مونده بود، نمیخواستم بزنمش، خب یه ذره جنس رو دستم مونده بود، بعد میبردم مشتری منتظر بود، خب هرچی میگفتم گوش نمیدون، چموش شده بود، من دعواش کردم، بچم بود، باید تنبیش میکردم، زدمش، خوب کاری کردم، اینقدر دوستش داشتم، چند روز گذشته بود از این حرم بمبگذاری کرده بودن، گذاشته بودنش دم در حرم، خب من برش نمیداشتم چی کار میکردم؟ آقا اختیار بچه‌مو دارم، اختیارشو ندارم، دارم دیگه، بچه خودت بود نمیزدیش، میزدی دیگه، دلم براش تنگ شد، میدونی کجا سلام، میدونید نمیخواید به من بگی، آره به قرآن نمیزنمش، اگه دیدی میگی بیا ببینمش، بگی بیاد ببینمش، دلم براش تنگ شده، فقط همین، اگه دیدی میگی بیا ببینمش، دلم خیلی برای خواهرم تنگ شده آجا، بعد جوری هواشو کردم، بهش قول داده بودم براش عروسک بخرم ببرم خونه، ولی اون عروسک الان 6 ماهه که میخواد بره خونه، اگه قرار بود هر بچه با تشر باباش از خونه فرار کنه، الان همه بچه های دنیا باید فراری باشن، که دلم با حال محسود میسوزه، دلم با حال خودم هم میسوزه، آسید اگه یه روز بفهمید رفیقت بهت نارو زده چی کارش میکنی؟ بستگی به نوعش داره، مثلا به فسادت کانون، یعنی چی؟ بجوی نگام نکن، بذار حرفمو بزنم، کار من بود، خواستم کثیف شدن در ماشین و خیس شدن صندلی برای این دختره شکلات باشه، حتی چه میدونستم به سرش میزنه را میفته دنبال دختر عاشقش میشه، تو که نمیدونستی چرا نگفتی؟ ترسیدم به خاطر پولا، ترسیدم تا به خودم اومدن دیدم پولا رو برداشتم و دارم فرار میکنم، هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه آجا، من آدم ترسویم، با یه تشر از چاله در اومدم افتادم تو چاه،
آدم بدسلیقه هم هستی. چی رفتی خریدی؟ فکر کنم به جای اینکه این به من سواری بده، من باید به این سواری بدم. والا چی بگم آقا؟ سندشو براتون میارم. آب کردن این ابو طیاره کار من نیست. حالا غلام رضا است. نمیدونم اگه مسئول دیدم چی جوری تو چشاش نگاه کنم. تنبیه برای آدم های خوب اثر بخش، ولی برای آدم های بد کارو بدتر میکنه. برو خونه تو. آقا سیاه، واگداری دلت گرفت اومدی حرم، یه سری هم به ما بزن. رو چشم آجا. چشم. با این چی کار کنه؟ ریحان خانم، بابایی؟ نباز؟ داستان یازدهم، پدر مادر زندگی. ریحانه؟ بله. سلام بابا. سلام. میبونت برم بیرون چی کار میکنه دستات یه حسده؟ آخه من بیرونم دیگه. بیا بریم پیش مامان اینا. بریم بریم. بیا بابا. مادر ماموریت چقدر طول کشید؟ گفتی یکی دو روزه بر میگردم. مادر جون قصتش طولانیه، حالا سر فرصت براتون تعریف میکنم. نمیخورم. مادر جون حالشون چطوره؟ خدا رو شکر داروش داره اثر میکنه. خدا رو شکر. احساس میکنم نسبت به قبل دستش بهتر شده. الان دو روز مجاور شدیم. شما که باز موبایلت خاموشه نباد خانم. از دست ریحانه چی کار کنم؟ بیدین چقدر تو حرم گشتم دنبالتون. اگه ریحانه رو پیدا نمیکردم حالا نمیتونستم پیداتون کنم.
مادر جون شما بهترین؟ الهی شکر بهترم الحمدلله. مادر جان بفرمایید. نه غلام رضا کشت مارو با این گوشش. سلام علیکم. خیلی خوب، حالا تون نرو، یه روز دیر شده. چشم، میارم گوشی رو برای شما. من الان حرمم، بچه رو ببرم خونه میام اونجا. چشم چشم، زنده باش، خداحافظ. بریم بابا. چرا نمیای پس؟ من خسته شدم. بابا ماموزه ناراحت میشه، خسته میشه. بریم. یه دست آوره بگیر. بریم. مسعود. مبارکه. اومدم ماسو. ماسو بروش شهرونده تا خودت بخواستم یه اتفاق بیفته، فکر نمی کردم اینجوری بشه. دست خودم نبود، بس شدم. هر ببخش فرسی، هر ببخش.